Salut, c'est Vidéo pour Hesta. Bon, la leçon 14, میخوایم بگیم که این درس رو با هم دیگه بخونیم. À Londres. در لندن. À Londres. همینجا من یه نکته کوچیکی راجع به این à بگم به شما. ببینید. À plus nom de ville. À plus nom de ville. À Paris. À Téhéran. À Londres. خب. اما نمیگیم دون لا پاری، دون لو پاری، چون اصلا اسم شهر ارتیک نمیپذیره. اما اگر میخواییم به جای ا از دون استفاده کنیم، باید چه کار کنیم؟ دون پلوس لا ویل دو. دون لا ویل دو به این صورت استفاده میکنیم. حالا مثلا میگیم دون لا ویل دو پاریس، در شهر پاریس. دون لا ویل دو پاریس مثلا ایلیا دز اتودیان، در شهر پاریس چند تا دانشجو هستش. پس وقتی که میخواین از دون استفاده کنی حتما باید لا ویل رو بیارید، اما بدون لا ویل و فقط اسم شهر رو داشتن از اسم شهر استفاده میکنید. ا پاری، ا تهران، ا لندن به این ترتیب. میس ایزابل، 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 Farid, oh mais quelle surprise! Ah, c'est Isabelle! Isabelle, Farid, che surprise! اینجا می برای تاکید بیشتر استفاده شده، خیلی معنای کنتراست و تضاد نمیده. Comment vas-tu? Interrogation partielle registre soutenu. حالت چطوره؟ Comment vas-tu? Bien, et toi? خوبه؟ تو چطور؟ می کس که تو فلا؟ اینجا چی کار میکنی؟ کس که تو فلا؟ بان تو وا؟ خب میبینی؟ جو ترابای؟ کار میکنم؟ جو سوی سکرتر ا لانستیتو فرانسه. من سکرتر هستم، منشی هستم در یک مؤسسه فرانسوی، ا لانستیتو فرانسه. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? ببین تا اونجا که میگه qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et toi alors, چی کار میکنی? Qu'est-ce que tu fais? Je lis, je parle. ولی وقتی که اون dans la vie میاد، معنا تغییر میکنه. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? یعنی کل تا پروفسیون، کل تون متیه، کل تون جوب. در زبان محاوره حالا میتونیم استفاده کنیم از بلو، هم میتونیم استفاده کنیم تو زبان محاوره. بلو، بلو میشه کار. شغل، qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant؟ یعنی شغل چیه الان؟ je suis informaticien. je suis informaticien، کسی که با کامپیوتر اینها کار میکنه، آی تی من هستش، informaticien. la forme féminineش هم میشه informaticienne، masculin informaticien. infor Ah, oui. Et où est-ce que tu travailles? À Londres. Bale. Kujo kar mikoni? Dar London. Où est-ce que tu travailles? Bas ham interrogation partiel registre standard hastesh. Non, non. Je travaille à Paris. Non, non. در پاریس کار میکنم. می جمیت واندوم، اما در واندوم زندگی میکنم، در شهر واندوم. جو پران لو تجوه پروغ اله ترابایه، من تجوه میگیرم برای رفتن به سر کار. تجوه،
که جوه قطار پر سرعت فرانسه تران ا گراند ویتس prendre quelque chose. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles, prennent. Prendre quelque chose, prendre le métro, prendre un taxi. Prendre le bus, prendre le TGV. Je prends le TGV pour aller travailler. Ah, tous les jours, همه ی روزها. Non, je vais à Paris du lundi au mercredi. من میرم به پاریس از دوشنبه ها تا چهارشنبه ها دو لندی. قبل از هر چیزی بریم من اینو کوچیک کنم که شما هم توضیحات من رو به همراه نوشته داشته باشین. ببینید وقتی که میگه دو از تا، حالا میگه دو پلوس لو لندی، حالا ا پلوس لو مر خودی. ببینید یه تاریخ امروز رو میزنه. حالا ببینید دو لندی امر خودی. حالا دو پلوس لو میشه دو، دو لندی. حالا چرا میگه لو لندی؟ یعنی یه روتینی داره توی هفته از دو شنبه ها تا چهارشنبه ها میره به پاریس، نه فقط یک دوشنبه و یک چهارشنبه خاص، یک بازه زمانی خاص، کلا این روتینش هست. به خاطر همین میشه دو لندی او مر خودی، از دوشنبه ها تا چهارشنبه ها. حالا اگر فقط بخوام بگم از دوشنبه تا چهارشنبه، مثلا دارم راجع به این هفته صحبت میکنم، میگم دو لندی à mercredi. مثلا میگم cette semaine de lundi à mercredi je vais à Paris. این هفته از دوشنبه تا چهارشنبه میرم به پاریس. très bien. پس اینجا میگه یه روتینی لوی کوتیدینشو داره توضیح میده، یعنی هر هفته از دوشنبه تا چهارشنبهش میره به پاریس. Je vais à Paris du lundi au mercredi seulement. میگه فقط من از دوشنبه تا چهارشنبه میرم پاریس. Le reste de la semaine. ما بقی هفته. Le reste. Le reste میشه ما بقی. این le reste به معنی leftover هم هست، به معنی غذایی که میمونه. Le reste de la semaine, ma bari hafte, je travaille à la maison, travailler à la maison, dar khane kar mikonam, travailler à la maison. Hala, bien imba. Et tu pars à quelle heure le matin? Hamin mozu ro man tu video ye qabli براتون توضیح دادم که گفتم مثلا شما میگید voilà je pars à مثلا 10h. je pars à 10h le matin. من صبح 10h میتونیم اینجوری هم بگیم لو متا، یعنی یه ویرگول بذاریم بگیم که من ساعت 10 میرم صبح. حالا میخوام بگم ساعت 10 صبح، یعنی لو متا رو بچسبونم بگم je pars à 10h du matin. پس اون قید رو هم میتونم le matin بیارم، یعنی جدا بگم، بگم je pars à 10h le matin، یعنی من ساعت 10 میرم
صبح‌ها یا بگم ساعت ده صبح هر دو درسته je pars à 10 heures du matin حالا میخوام سوالش رو درست کنم à 10 heures du matin رو مثلا بردارم حالا میگم à quelle heure چون ساعت هم داره ترجیح میدم از کلمه پرسشی à quelle heure استفاده کنم à quelle heure tu pars حالا لومتر رو هم حتی میتونیم به عنوان قید بذاریم بمونه یعنی اینجوری باشه اکلاق تو پر لومتر جواب میشه جپر عدیزار لومتر یا جپر عدیزار دو متر تخی بیا حالا میگه تخی تو خیلی زود تخی تو میشه خیلی زود تخی حالا خیلی تقریبا مثبته یعنی خیلی زود میرم تو هم یعنی زود میشه تخی تو تخی تو حالا میخوایم بگیم خیلی یکم خیلی منفی تخو حالا خیلی دیر تخو تاق میشود تخو تاق خیلی دیر از 6h30 à 6h30 et je rentre tard le soir و من دیر برمیگردم شبها vers 21h30 حدود ساعت 9 شب 21h به تلفظش خیلی دقت کنید 21h 21h30 mais c'est seulement 3 jours par semaine ça va میگه اما فقط 3 روز در هفته است 3 jours par semaine 3 jours par semaine 3 روز در هفته حالا میخواییم بگیم 3 روز در ماه 3 jours par mois 3 روز در ماه حالا میخواییم بگیم چند دفعه میخواییم از fois استفاده کنیم میگیم une fois par semaine یک بار در هفته حالا میخوایم بگیم دو بار دو fois par semaine دو بار در هفته حالا میخوایم بگیم یک بار در سال une fois par an یک بار در سال حالا میگیم یک ماه در سال un mois par an پس به این ترتیب میتونیم تعداد دفعات رو مشخص کنیم مثل سلمون 3 جور پر سمن سوا اوکی خوبه کسکو تو فی الاندر الار کسکو تو فی الاندر الار چه کار میکنی در لندن خب میگه آ لا جسی زن وکانس اتر ان وکانس در تعطیلات بودن allez en vacances allez en vacances به تعطیلات رفتن partir en vacances از اینها هم میتونیم استفاده کنیم و نکته بعدی این یک محاوره است یک مکالمه محاوره ای هست بین دو تا دوستی که بعد چند وقت همدیگر رو دیدن پس وقتی که شما لا رو در ابتدای جمله دارید ویرگول داره میگه لا جو سوی آن وکانس وکانس یعنی لا اینجا به معنای متنا هست ناو حالا لا جو سوی آن وکانس الان در تعطیلات هستم جالبیه درس 14 لسون 14 همینی که گرامر خاصی نداره و شما میتونید دوباره برید درس هفته نوو تکسی رو ویدیوهاش رو نگاه کنید دوره کنید و انقدر این مبحث انتقاکسیون مهم هستش که دوباره اومده اینجا و چند تا تمرین داده و شما برای تمرینات رو انجام بدید جهت حل تمرین ها حواستون به کنسین باشه همیشه حتی اگر بلد هستید اون سوال رو انجام بدید کنسین رو با دقت
بخونید که خیلی اوقات بچه ها زبان آموزا دانش کافی دارن اما به واسطه اینکه بی‌دقتی میکنن و کنسی رو نمیخونن خیلی متوجه نمیشن که باید جواب سوال رو به چه صورت بدن بعد اون وقت حیف میشه پس از الان خودمون رو ملزم کنیم که همواره برای هر تمرین کنسین و صورت سوال رو بخونیم متوجه بشیم دقیقا چی میخواد و بر اساس اون عمل کنیم خب تمرین ها رو انجام بدیم میریم سراغ قسمت savoir faire که اینجا حالا به حالت گرامر آوردتش که همون چیزهایی هستش که ما قبلا هم راجبش توضیح دادیم صفحه فعل فعل رو فقط اینجا داریم من براتون صفحه فعلش رو می نویسم و تلفظ می کنم faire conjuguer le verbe faire au présent de l'indicatif صرف کنید فعل فعل رو در زمان présent je fais tu fais il elle fait nous faisons vous faites ils, elles font, je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. به همین ترتیب صفحه فعلش رو یاد میگیرید نوشتارش خیلی مهمه مخصوصا واسه سه تا شخص دوم که به لحاظ تلفظی با هم متفاوتن تو قسمت بعدی اومده انتروگاسیون اوک اسکو رو تازه یاد داده که ما همه رو بلد هستیم و فقط میگم اینجا گرامر خاصی نداره اصلا گرامری نداره در حد اینکه شما یک حالت همون سواق دیق سواق فر در نظرش میگیرید و فقط دورش میکنید L'interrogation avec est-ce que. خب دونه دونه مثل همین کاری که من الان انجام میدم شما هم به موقعی که دارید میخونید برای خودتون توضیح بدید. هر پرسشی که میبینید شناسنامه‌شو یک بار با خودتون مرور کنید. Tu travailles à Londres? Interrogation. Total. Registre. Familier. فقط اومده با لحنش تغییر ایجاد کرده با حتی پرسشی در آورده حالا همین رو میخواییم با اسکو ببریم انتروگاسیون توتال باشه هوجیس استاندار اسکو تو تخوای الاندر قسمت بعدی تو تخوای او کجا کار میکنید شما باز هم انتروگاسیونمون این دفعه پارسیله اما هوجیس فامیلیه هست کلمه پرسشی در انتهای جمله او اسکو تو تخوای کجا کار میکنی او اسکو تو تخوای تو پار کن تو پار کن اومده دوباره هوجیس فامیلیه نوشته به هوجیس استاندار تبدیلش میکنیم انتروگاسیون پارسیل هوجیس استاندار کانت اسکو تو پار Quand est-ce que tu pars? Kay, harakat mikoni? Be in tartib. قسمت بعدی هم لژن د نو هستش قبلا در وکابولر آن دیالوگ این قسمت رو به تفصیل و حالا مفصل کار کردیم اومدیم گفتیم شغل ها هم صفت هستن و میبایست به لحاظ شخص و شمار با اون فردی که بهش نسبت میدیم اون شغل رو باید تطبیق داشته باشه به لحاظ فمینین مسکولان بودن به لحاظ سنگولیه و پلوریل بودن فوتوگراف فوتوگراف خطی بخونیم فوتا نیست مثل انگلیسی فوتوگراف سه فوتوگراف سرور سرورز اکتر اکتریس انفارماتیسیان انفارماتیسین به واسطه توضیحاتی که در قسمت گرامر هست سعی کنید تمرینات رو کامل انجام بدید درس 13 و 14 رو خیلی رو تمریناش تاکید دارم به خاطر اینکه باعث میشه که شما یواش برید از درس 13 به این بر ما وارد یک فاز جدیدی از کتاب نوا تکسی شدیم ما دیگه مبتدی نیستیم و درس ها خیلی جدیتر دنبال میشن و مفاهیم تعیین کننده رو قرار با هم یاد بگیریم پس هر چقدر تا الان انرژی میذاشتیم باید چند برابرش رو از این به بعد انرژی بذاریم تا بتونیم به درستی اونها رو یاد بگیریم امیدوارم که مطالب براتون مفید باشه هر جایی که ایراد و سوالی داشتید خوشحال میشم با من هم در میون بذارید مرسی باکو اخوا